عیادت هنرمندان، بازیگران و فعالان اجتماعی از رضا رویگری توی آسایشگاه کهریزک و کمک هایی که توی کمتر از 24 ساعت از انتشار ویدیوی رضا رویگری جمع شد و قراره یه خونه و یه پرستار اختصاصی برای رضا رویگری فراهم بشه. با ما تو این ویدیو همراه باشید. فیلم کوتاهی از عیادت هنرمندان و فعالان اجتماعی رو با هم میبینیم و صحبتایی که انجام شد و قراره که یه سر و سامونی به زندگی رضا رویگری داده بشه هم باهاتون صحبت میکنم. شما برای اینکه ویدیوهای جنجالی بعدی رو از دست ندید حتما کانال ما رو همین الان سابسکرایب کنید. سلام به دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. احتمالاً دو تا ویدیوی قبلی که دیشب و امروز ظهر توی کانال قرار دادم درباره مشکل رضا رویگری رو دیدید. ماجرا از اون قراره که رضا رویگری همسر جوانش اون اومده توی خانه سالمندان کهریزک رها کرده و رفته. تلفن همراهش هم گرفته و اونو ممنوع ملاقات کرده که یه ویدیوی تلخی دیروز توی شبکه‌های مجازی خیلی وایرال شدش که صحبت‌های غم‌انگیز این بازیگر قدیمی کشورمون بود. توی اون ویدیو رضا رویگری صحبت‌های غم‌انگیزی رو انجام داد و درباره وضعیت بد این روزاش صحبت کرد و از مردم خواست هر جوری میتونن به اون کمک کنن تا از این زندان رها بشه و بتونه برگرده خونش. توی کمتر از 24 ساعت یه تعداد از بازیگران و فعالان اجتماعی کمک کردن و تونستن برن عیادت رضا رویگری و مشکل رضا رویگری رو حل بکنن. که این گروه با مدیریت و رهبری پرویز پرستویی ملاقاتی و امروز صبح با رضا رویگری داشتن و قرار شدش که یه خونه با تمام تجهیزات و امکانات در اختیار رضا رویگری قرار داده بشه و یه پرستار تمام وقت هم براش بگیرن. تو این گروهی که به ملاقات رضا رویگری امروز توی کهریزک رفتن افراد مشهوری همچون کامیار، علیرام نورایی، علیرضا اصغری مددکار اجتماعی و خیلی های دیگه هم بودن. پرویز پرستویی هم به دلیل مشکلی که داشت نتونست حضور پیدا کنه ولی یه ویدیو کال با رضا رویگری انجام داد و باهاش صحبت کردش. ناگفته نمونه که توی صحبتهایی که انجام هم شده قرار شده که این خونه و پرستار در اختیار شخص رضا رویگری تا پایان عمرش باشه و همسرش یا فرزندانش یا هر کدوم از اعضای خانوادهش هیچ گونه دخل و تصرفی نتونن توی این خونه و وسایلش داشته باشن و صرفا فقط برای استفاده رضا رویگری هست. این صحبت و این اتفاق هم به خاطر حواشی بودش که بعد از انتشار کلیپ رضا رویگری مطرح شد و خیلی ها میگفتن که همسرش از قصد اومده رضا رویگری و توی آسایشگاه کهریزک گذاشته که یه جوری بگه ما بدبخت بیچاره ایم و پول نداریم و بعدش هم بیاد شماره حساب بده و از مردم پول جمع بکنه و بره سراغ اشغال خودش. که این افراد حالا به رهبری پرویز پرستویی این شرایط و امکانات رو فراهم کردن و گفتن که فقط میتونه رضا رویگری از این امکانات استفاده بکنه. بریم با هم کلیپ کوتاه رو تماشا بکنیم. فیلمی که از شما اومد بیرون که یه ذره ناراحت بودی. آقای پرستویی انتشار کلی شد. پرویز پرستویی. عزیزم ریاکاری نی تو با قلبت میکنی کارا رو. دلم ریخ به این خاطر که تو خیلی 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 زحمت کشیدی توی سینما. خیلی تئاتر از کارگاه نمایش به تئاتر کار کردی. با هم سفر آلمان رفتیم، زندگی ها کردیم با هم دیگه. اونه دلم الهی اون قلب و خدا سالیان سال سلامت و همینجوری با عشق نفسش بود. این علیرضایی هست که دارید میبینید تازه از زیارت اومده. بذارید من جمع خوبیه بگم همه کار خود این علیرضا کرده. من هیچ کاری نکردم. من فقط تو اینجا یه دفعه دیدم که اینجوری هست، گفتم بذار من اینو اطلاع رسانی بکنم بگم آقا برای من الان دستم کوتاه. شما حالا آقای مادر من کوچیک شما کامیار، علیرام نورایی، شهربانو منصوریان، پدرمون هم پرویز پرستویی. هم الان خونت آماده، یعنی خونت آماده یا آماده با وسایل، هم خونه وسیله پرستار خیلی حرفه‌ای صبح و شب کنارت باشه. این آماده آماده فقط جسارتم به خاطر اینکه دیگه خودت بتونی با خیال راحت زندگی کنی. خانم بزرگوارتان که زحمتش رو کشیده، زحمت شما رو کشیده تا امروز، دستش درد نکنه. ما از اون هیچ توقعی دیگه نداریم، فقط این که شما باید زحمت بکشی، خودت بخوای یه ذره بهتر شدی
بری داخل خونه و یه قراری میذاریم که انشالله خدمت مراجع قانونی برسیم. اگر شما نتونی خودت تصمیم بگیری قرار باشه شما قیم داشته باشه، قیمت بشه دادستان بهت میرسیم. مردم سر با از دم بیرون در همه میگن امورزا و امورزا همون رضا مردم اون ویدیوی شما رو کردن فکر کنن که اینجا داره بهت زور میشه، اچاق میشه، بگو که بهت رسیدگی میشه، این دوستان دارن زحمت رو میکشن. ماشاءالله زارماشاءالله از لحاظ جسمی خیلی بهتره، روحیت هم انشاءالله قوی میکنی، به هیچ چی هم فکر نکن، بگیم که تنها نیستی، تنها نمیذاریم. این عزیزان هم که همیشه و همه جوره پاکارن برای این که جسم و بدن تو سلامت کنن انشالله، روز به روز بهتر بشی و به زودی زود بری سر خود. انشالله شما صراحتن بفرمایید، صراحتن من اینجا چهرم هم شما دیدی از طرف پرویز پرستوی بزرگوار، چون نیستش و اینه خودش هم اینجا پرویز پرستوی علیرام شهربانو منصور شهرباید فرانی حاج خانم و کامیارم که حالا دفیقه بردید، ما یه زندگی خیلی خیلی خوب که شأن رضا رویگری باشد براش الحمدلله آماده کردیم. ما فقط میخوایم الان در حال حاضر اتفاق بیفته که اون خانم هم راحت باشه، چون دیگه خیلی خیلی رو زده، خیلی قول دادن انجام نشده. هر کمک من اینم میگم، هر کمکی که این دوستان میخوان انجام بدن متعلق به رضا رویگری است و بعد رضا رویگری بعد 110 سال از همین الان متعلق به یکی مثل رضا رویگری است. یعنی جسارتاً این طوری نیست که من به خانم بزرگوار ایشون ببین بعد دوباره یه موقع دعوا زن شوهریه دیگه، زن شوهر رو هم دعوا کنن هم دامباد مثلا یه دفعه اینا دوباره بحثشون بشه امورزا، چون این دیگه سرمایه امورزا. ما هم به عنوان پسر کوچیکه چون پسرش هم ازش دوره میخوام این سرمایه رو داشته باشه، به خانمش هم بفرمه بگین اینا میخوان چون قانونی دیگه انجام بدن. اومدی اینجا شب در شأن رضای رویگری که اتفاق خوبی خواهد افتاد دم پرسنل کاریزن گرد که انگار بابای خودشونه، همه بابای خودشونن، یعنی همه ننه بزرگ بابا بزرگایی که اینجا پدر مادر این پرسنل هم، ولی خب ویژه دیگه چون سرمایه مملکتمونه. خدا خیر بده به بچه کرده توی این چند روزه ایشون یه ذره اوضاع احوالش میزومش که شده ماشاءالله و همه کسایی هم که نگرانشن دمشون گرم، دم خانومش هم گرم که تا امروز زحمت کشیده خدا خیرش بده، ولی بالاخره سخته، یه زن نمیتونه اینقدر سختی رو تحمل کنه. ما این برادر کنارش ما میخوایم ایشالله ببریم جلوستان، دمشون گرم. خب رفقا حتما نظرتون راجع به این حرکت هنرمندان و فعالان اجتماعی توی بخش کامنت ها برای اون بنویسید. یادتونم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک بکنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو